سلام دوستان وقتتون به خیر باشه یکی از رو اعصاب ترین تیترا رو انتخاب کردم برای این برنامه خودم هم میدونم که اون کاوری که شما دارید میبینید حسابی تیتر شما رو کلافه میکنه به خصوص دوستانی که خارج از کشور هستند رو و خیلی ها الان به این سوال احتمالا فکر میکنن که خب تحلیلگر یکی از پرهزینه ترین کارهایی که میتونه در یک کشور اتفاق بیفته انقلابه یعنی بعدش هزار و یک چالشی که هممون در طول این سالها دیدیم برای مصر پیش اومده برای لیبی پیش اومده برای تونس اومده و دیگر نقاط چرا برمیگردی با این قطعیت میگی که چاره ای نبود جز این که و باید انقلاب 57 رخ میداد در داخل ایران یعنی چی یعنی مثلا چه حقیقتی وجود داشته که اون حقیقت انقدر پیچیده بوده و انقدر وحشتناک بوده که تو میگی این انقلابی که میگیم پر هزینه است اتفاق میافتاده عرض خام کرد خدمتتون فقط قبلش دو سه تا سوال میخوام خب ازتون بپرسم Uh, الان ما در خصوص حضور نظامیان آمریکا در عربستان صحبت میکنیم به ازتون چند نفر نظامی آمریکایی در عربستان حضور داره ببین حدود 3500 نفر نظامی آمریکایی حضور داشته بر اساس آمارهای رسمی که میگن بیشتر مستشار هستن و اینها دارن تاکید میکنن که ما باید این عدد رو به 5000 نفر افزایش بدیم زتون داشته باشید عربستان 5000 تا مستشار آمریکایی افغانستان دعوا که ما داشتیم سر چند تا نیرو بود یعنی گفتیم که آقا چند تا نیرو تو افغانستان بوده که میگفتیم باید برن بیرون و۵ هزار تا حدودا ۵ هزار تا این هم میذاریم کنار باش کاری نداریم توی عراق چند تا نیرو داشتن اینا اون ابتدایی که اومدن دیگه حمله بکنن به عراق کل ائتلافشون جمع شدن و اینکه لشکرکشی کردن یه چیزی حدود 400 40 هزار تا یعنی در اوج جنگشون حدود 400 40 تا وقتی که اوضاع آروم شد و از حالت نظامی و نبرد خارج شدن آمریکایی ها چه زیارت 50 هزار تا نیرو در داخل خاک عراق داشتن درست شد؟ یه سوال در دوران پهلوی در داخل ایران چند تا نظامی آمریکایی داشتیم کسی میدونه؟ بین 50 تا 60 هزار نظامی آمریکایی در خاک ایران حضور داشتن حقوقی هم که میگرفتن خیلی بیشتر از حقوقی بودی که ارتش جمهوری اسلامی میگرفته در چه شرایطی در شرایطی که کل نظامی های اینها در منطقه خاورمیانه تعدادشون به 140 هزار نفر نمیرسیده ببین 140 هزار تا نظامی کلا در منطقه خاورمیانه داشته که حدود 60 هزار توش در ایران بوده من میخوام یه بار آماری بررسی بکنم بعد بریم جلو ببینیم که اصلا دعوا از کجا شروع شد چون اولش دعوا نبوده شما وقتی بررسی میکنیم میبینی اولش هشدار بوده آقا تو شاه مملکتی من دوست دارم تو شاه مقتدری باشی جملات آیت الله خمینی ها همون آیت الله خمینی که وقتی در صحبت میکنن یعنی شما الان پیش هر کسی که بری تو این جامعه میگه آقا به ما گفتن که اومده با گفته با من آبرق مجانی می... اصلا دعوا سر آبرق مجانی نبود اصلا دعوا چیز فراتری بود از دعوا سر این بود که آقا یه اتفاق ترسناکی داره تو میفته تو داری پول منو به اون میدی نظامیشو شو بیار تو خاک کشور من اگه پول من رو به اون بدی و تجهیزات بگیری و نظامی من رو عرضش من تر بکنی و من تر بکنی من مشکل ندارم تو داری تجهیزات به اصطلاح خودمون نفت من رو میدی امکانات رو من رو میدی یه کار دیگه انجام میدی توضیح خواهم داد دعوا اصلا از اینجا شروع میشه یکی تو تا خواهیم دید مفصل در صحبت کنیم که یه بار آمارشو رو مرور رو بکنیم شاید براتون جالب باشه 1330 ببین اشغال یک کشور آمریکایی اگر احساس بکنن که شرایط فرامه چه انجام میدن 1330 10 تا آمریکایی میان تو ایران کل نیروهای که اینه داخل خاک ایران داشتن 10 تا آمریکایی بوده 1332 این عدد میرسه به 133 نفر تقریبا 10 برابر میشه 13 برابر میشه 1338 میشه 1200 نفر باز دوباره ده برابر میشه 1349 8000 نفر آمریکایی در خاک کشور شما بودن 1357 که ابتدای 1357 بین 50 تا 60 هزار نفر توی آمار تردیده بعضی میگن 50 هزار تا بعضی میگن 58 هزار تا بعضی میگن 60 هزار تا نظامی آمریکایی بودن بعضی میگن این صفحه آمار رسمیه بریم سراغه رسمی آمار یه چیز فاجه بارتریه 20 هزار تا علاوه بر اینها نیروهای نظامی انگلیسی بود که در خاک کشور ما حضور داشتن چقدر بودجه میگرفتن 3 میلیارد دلار اینها بودجه میگرفتن از کجا میگرفتن دولت ایران میگرفتن میگفتم می, می اونم کشورت نظامیات اونم آموزش بدم همین حرفا که افغانسا زدن بعد اشرف بلند شد رفت ارتش هم هیچی همینجوری هاج ها و نگاه میکرد هر کی میومد ارتش باش بیعت میکرد داعش اومد بیعت کرد طالبان اومد یه بخشی از ارتش بیعت کرد اشرف غنی اومد ایران هم شه بره باش بیعت میکنه پس چی به دادن یعنی قرار بود تو چیکار بکنی این همه نظامی بخ... حالا من این چه جالب تو میگم خصوص ارتش ایران اینجوری نبود ولی خصوص ارتش افغانستان شما وقتی بررسی میکردی حتی داشتن قهرمان میساختن جنرال فلانی کسی است که جنرال جوان ارتش افغانستان رفته داعش رو مثلا در هم کوبیده به خاک و خون کشیده بعد مثلا نگاه میکردی میگفتی خب طالبان اومد تو چرا تو کمپ آمریکایی تو قطری تو چرا فرار قطر این هم آموزش دیده بود که عراق هم دقیقا همینجوری شد یعنی 20 سال اومدن صدامو زدن که کشور رو گرفتن گفتن ارتش میخوایم آموزش بدیم ارتش میخوایم آموزش بدیم نهایت کاری که کردن یه ارتشی گذاشتن روی دست اراق به محض اینکه داعش رسید به موسل ببین خود داعش ماجره رو برای شما عمق فاجعهشو بگم داعشی هایی که باهاشون صحبت شده در خصوص حضور در موسل این تو کتاب ده روز با داعش اومده یک آلمانی نوشته ده روز رفته با داعش زندگی کرد کتاب فوق العاده است بخش اعظم از کتابو چیزایی که میگه به لحاظ تفکری قبول ندارم ولی کتاب فوق العاده است رفته با داعش زندگی کرده اصلا تعهدنامه از خود اوک بغدادی گرفته که آقا من اصلا هر کاری کردم کسی حق نداره منو بکشه بعد امضای دستخط خلیفه رو میگیره یعنی توی آلمان براش میفرسن قبل اینکه برم سرویس اطلاعاتی آلمان بشه میگه میگه میمیری یا تو بری اونجا اینا ولت نمیکنن بلند میشه و خط اوک بغدادی میره اونجا میگه آقا این دستخط هر کجا که میخوان ادامه شو که اون در میاره میگه این به من اینو گفته یعنی امضا داده که کسی اون کاری اش بشه میگه من رفتم باشون صحبت کردم داعشیا گفتن که وقتی میخواستیم موصل بگیریم یه چیزی حدود 7 هزار تا نظامی ارتش عراق توی موسل بودن ما با 200 نفر رفتیم موصل گرفتیم که خود داعشیا میگفتن ما میگیم این معجزه است که یعنی البته ما میگیم معجزه این خیانته خودت بهتر از هر کسی میدونی که بعضی‌هاشون تو ارتش با شما کار کردن ببین یه ارتش پس چیکار کردی آمریکا تو چیکار کردی برای این کشوره کاری نداریم اینها میان در داخل خاک ایران چیزی 6 6000 دلار میانگیر حقوقی بوده که نظامیان ارتش آمریکا در خاک ایران میگرفتن از حقوق مردم از بودجه کشور ایران 3 میلیارد دلار ببین من وقتی میگم 3 میلیارد دلار دو تا نکته یاد باشه اول اینکه از حقوقی که ارتشی های شما میگرفتن و از بودجه ارتش شما پولی که اینها میگرفتن بیشتر بوده این نکته اول نکته دوم وقتی میگیم آمریکا سه میلیارد دلار میگرفته اون موقع بودجه ای که برای آموزش پرورش ایران اختصاص داده شده بوده فکر میکنم کنم چیزی یک میلیارد دلار بوده حالا شما ببینید چقدر اینها به اصطلاح خودمون بهشون بها داده شده ابتدا یه قراردادی بسته میشه یه قراردادی بسته میشه میگن که این قرارداد اولیه که منیم دو ساله است یا قرارداد دو ساله نظامی های ما میان اینجا دو تا به اصطلاح خودمون شرط رو توی قرارداد اعمال میکنیم یکیش اینه که آمریکا هر موقعی که اجازه خاص هر موقع که تمایل داشت میتونه اینو فسخش بکنه بره برده دو سال از هر موقع خواستم میتونم برم خیلی خب پس حق من ایران چیه حالا تو میتونی هر موقع تو میتونی تمدید کنی من هر موقع خواستم ول میکنم الان یعنی مثلا این مورد عمله قرار گرفتم تو این من سیدی بری میری باید بشینم فکر کنم دو سال قرار دادمون ولی هر موقع خواستم میرم تو ایرانم میتونی تمدید کنی اجازه داری تمدید و بزنی مثلا سر دو سال به که بازم میخوام نفت بفروشم از بودجه من سه میلیارد دلار به ارتش تو بدم بیای تو کشور من پایگاهاتو داشته باشی به وضعیت خود ادامه بدی ماجرا میره جلوتر به همین سبک ادامه پیدا میکنه و کار به یه جایی میرسه که ما به خودمون می میبینیم اینا یک بخشی از قانونی که تعریف کردن اینه که من اجازه دارم به عنوان ارتش آمریکا به تمامی پایگاه های نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران حتی جمهوری نبوده ارتش ایران سرک بکشم من همه یه پایگاه تو حق دارم برم بشینم چک بکنم ببینم اصلا چی داری تو پایگاه چی نداری و اینکه نسبت به پایگاه های من نه اصلا همچی حقی نداری به تو ربطی نداره من آمریکا تو این پایگاه چی دارم خب پس تو کشور من اشغال کردی فکر کنم کشور من اشغال کردی نه یه قرارداد دو ساله است دو ساله قرارداد می‌بندیم تمدید می‌کنیم منم خواستم میرم خیلی خب همینه کل قرارداد همین نه دیگه بودجهشو که دولت تو باید بده چون من نظامیات رو دارم آموزش میدم و اینکه نظامی دیگه هم نباید بیاری مثلا اگر خواستی از روس و چین و کجا و کجا تو نمیتونی نظام بیاری فقط از کشور من حق داری بیاری میتونی امضا نکنی چجوری شد فقط از کشور منو فکر کنم داری اشغال میکنی ها نه اشغال نیست من دارم کمک نظامی بهت میکنم کل دعوایی که شما در طول این سال ها میبینید و اصل ماجرا از همینجاست یعنی به یک خمینی احساس میکنه که اتفاق عجیبی داره میفته و اون اتفاق اینه که کشورم اشغال شده بعد برای ارتش هم میتونه ببین کل شما برید سخنانی دوازه بهمن رو نگاه بکنید کل فریادی که سر ارتش داره میزنه همینه اصلا نمیگه ارتش با, با شاه همکاری نکن اصلا نمیگه ارتش ارتش شاهنشاهی نباش اصلا حرف این شکلی نداره میگه که یه بار اینو برای خود حل کن ارتش به طور صریح هشدار میده یه بار اینو برای خود حل کن میخوای نوکر آمریکایی باشی چرا باید نظامی اون اجازه شوشو بیاد اینجا به تو دستور بده تو عتیش ارتش قدرتمندی هستی خود خودت باید باشی اون نباید بر تو تن تکلیف کنه کل دعوا سر همینه من میخوام بخشی از سخنه ایشون ببینیم ببین دو تا سخنرانی داره یک سخنرانی دعوا بهمن شاول میذارم دو فکر میکنم یکی از چهره مطرح آمریکایی یا اروپایی یک کشیش مسیحی من الان حضور ندارم طرف دقیقا کی بوده این بولم شمید پیش امام خمینی از همین دیدارهایی که ایشون برگزار میکنه اونجا آیت خمینی اصل دعوا رو داره توضیح میده که اصلا چی شد ما سر چی یه همچین انقلابی کردیم ببینیم صحبتشون رو بعد هم میام نکات خودم خدمت شما عرض کنم و ما نفت ما تمام نفت ما را به غیر دادن به آمریکا و غیر از آمریکا دادن اونی که به آمریکا دارن عوض چی گرفتن عوض یک اسلحه برای پایگاه درست کردن برای آقای امریکا ما هم نفت دادیم و هم پایگاه برای اونا درست کردیم آمریکا با این حیله که این مرد هم دخالت داشت با این حیله نفت را از ما برد و برای خودش در عوض پایگاه درست کرد خیلی خوب بخش از این سخنرانی دیدیم خیلی طولانیه کل داستان داره رو همین تمرکز میکنه و من دوستتون نکته میخوام بگم ببین چیزی که او فهمیده بود این بود من امروز عربستان برای شما توضیح دادم امارات هم توضیح دادم که بغل ابوظبی اینا پایگاه نظامی دارن 13 تا سامانه پاتریوت داره 13 تا سامانه پدافندی یه دونه گلوله به سمت پهوادایی که اومدن ابوظبی رو بزنن برای رضای خدا این شلیک نکرد زمانی که اومدن پایگاه خود آمریکا رو بزنن همه رفتن تو پناهگاه تازه این پاتریوتا رو افتاد که شلیک بکنه ما داریم تازه در خصوص دو سه هزار تا صحبت میکنیم عربستانی که میگیم آقا تو شدی نوکر آمریکا تو شدی اوسان عربی آمریکا ایالت عربی آمریکا ما در خصوص دو سه هزار تا نیروی نظامی نهایتا 50 تا صحبت میکنیم 60 هزار تا نیروی نظامی تو خاک ایران میاره اون چیزی که به ذهن میرسه اینه که ببین تو داری این کار میکنی. اول داری ایران اشغال میکنی همین داستانی که الان با عربستان و عراق افغانستان داری بعدش میخوای یه کار دیگه بکنی میخوای بری از ظرفیت خاک من استفاده بکنی برای اشغال منطقه خاورمیانه درسته یعنی یه چیزی داره به ذهنم میرسه انگار قراره تو یه سری کار بکنی توی این منطقه بعد از ظرفیت ارتش منم استفاده بکنی فوششم در نهایت پیش ملت ها من بخورم همین فوشی که امروز یمنی ها به امارات میدن به عربستان میدن قراره به ایران بدن بعد یه انگیزه هم دارن به من بجنگن من یک فارسی هستم بین همه این عرب ها نگاه فارس و عرب هم هست دیگه یه جایی میان اصلا نگاه ترک و فارس همه اینها در منطقه ما الان را انداختن شما دیدین دیگه میان اینطور به ذهن میرسن که آقا اینا اصلا یه مش آدم یا اصلا مسلمان نیستن اینا آتش پرست بودن اینا فلان بودن اینا بیسا بودن یعنی چقدر انگیزه برای اینکه اگر این اتفاق ها میافتاد و اگر این پازل کامل میشد چقدر انگیزه در بین ملت ها برای متحد شدن علیه ایران میتونست به وجود بیاد به خاطر اینکه بازی بازی کاملا کثیف و کاملا پیچیده ای بوده یه بخش دیگه از صحبت ایشون ببینیم اینجا داره توضیح میده میگه یکی از خدمات میگه شاه در صحبت خودش می که من خدماتی به ایران دارم بعد چندی مار از شاه استفاده میکنه چون قبلا هم تو سخنانش گفته میگه ببین اصلا کل دعوای من همینه من میخوام تو محترم باشی من میخوام شاه ایران محترم باشه من دعوام دعوای این نیست که من بیام جای تو رو بگیرم تو تلاش کن مستقل و محترم باشی بعد از یه جایی بعد می اصلا داستان شکلی نیست 60000 تا آمریکایی اومدن تو خاک کشور ما و اینکه ظاهرا قرار است ما به سمت دیگه ای حرکت بکنیم اینجا دیگه سراحت رو میذاره اینجا دیگه به صلاح خود تعارف رو کنار میذاره و با سراحت صحبت کنیم حالا اینجا به این فرد داره میگه میگه که ببین یک شاه میگه من خدمات زیادی به ایران داشتم یکی از خدماتش اینیه که من دارم برای میگم ببینیم این قسمت رو که در ایزا نفتی که از مملکت ما برای آمریکا خارج می شده است اسلحه هم گرفتند مهمات می گرفتند در صورتی که اون اسلحه و مهمات برای خودشان و برای پایگاه خودشان بود و این آدم نفت ما را داد و برای اونها پایگاه درست کرد به اسم پول نفت خیلی خب این ویدیو مفصله بخوام ببینیم ده ها ویدیو مشابه این میتونم بیارم که از اینجا بعد دیگه تعارف کنار میره یعنی ایشون وقتی صحبت میکنه حتی یه جایی برمیگره همین بحث ارتش آمریکا رو صحبت میکنه بهش اشاره میکنه بعد میگه که من حتی به نظرم اولش هم مماشات کردم گفتم ایشون شاه مملکته حتی این آدم استقلالی از خودش نداشته و من اونجا نباید همش حرفی هم میزنم یعنی به صراحت این موضوع میاد مطرح میکنه من احساس میکنم این حرفی که میخوام بزنم رو ساعت باید بشیم دوش فکر بکنیم من پیشانه که مستقل برید بررسیش بکنید نمیخوام بگم حرف من رو بپذید مستقل بررسیش بکنید ببینید آیا این ادعایی که من میگم میتونه درست باشه یا نه انقلاب 57 هوشمندانه ترین کار پرهزینه بود که باید انجامش میدیم تو یه ارتشی داشتی این ارتش تجهیزاتی براش میبردن یه بخشش رو تعمیر که نمیتونسته بکنه یعنی کار کردن هم بهش یاد میدادم ولی تعمیر نمیتونسته بکنه یک بخشی از اتفاقاتی که میافتاده برای تجهیزاتی که برای این ارتش می آوردن این بودی که اصلا کار میتونسته باش بکنه مثل پاتریوتی که امروز اپراتورش آمریکایی توی عربستان تو خریدی عربستان من مستشار که دارم مثل داستان ایران ببینیم که اینا به نظرم تجهیزات خوبی الان به روز اینا رو بخر بخر مستشار میارم به یاد میره باش کار کنه به اسم آموزش مستشار برایشان آوردن ولی اپراتور آمریکاییه یه چیز قدرتمندی هم داشتی یه نیروی هوایی فوق قدرتمند داشتی نیروی هوایی تو برخلاف بقیه بخشا فوق آموزش داده چرا چون وقتی میخواد تو یمن عملیات بکنه وقتی میخواد تو ویتنام عملیات بکنه وقتی میخواد جاهای دیگه عملیات به ظرفیت تو نیاز داره جنگنده که میره حرکت میکنه چرا باید آمریکایی باشه ایرانی به زور مثل امروز عربستان سعودی جنگنداش فوق است نیروی نظامیش نیروی هوایش فوق خوب آموزش دیده خونه مردم تو یمن رو یه جوری میزنه دوستاش ساعتا بشه هوا چه هواپیمایی چه قشنگه چه کار کرد هوشمندانه عمل کرد در قبال ارتش ایران و اینکه انتهاش خراب بود این چیزی باشه که امروز داریم در عربستان میبینیم و در دیگر کشورهای مشابه داریم مشاهده میکنیم من نکته دیگه ندارم احساس میکنم کامل فضا رو با هم یه دور ترسیمش کردیم دوست دارم موارد از این دست رو ادامه بدیم اگر احساس کردیم که لازم هست یا بازخانی بکنیم از این زاویه اون چیزی که در سال 57 رخ داد رو حتما به هم در پیام ها که مفصل در روش با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر موافق باشید یه چند تا پیام بریم با همدیگه دیگه بخونیم پیام خونمون کم شده چند تا پیام بخونیم یه خورده حالا بده یه رفیق مشتی دارم نوشته که آقای آرمان نوشته سلام آقای تلگر عکس پروفایل یوتیوبم رو طبق صحبتی که شما در خصوص کمپین درخواست شده در سایت رهبری فهمیدید عوض کردم میپسندید اصلا عکس فوق است دمت کرم. فقط نگاه میکنم این پرچم سرنگ مشتی و لذت میبرم خیلی عالیه یه رفیق مشتی از ژاپن پیام داده و گفته بود که پرشم ندارم رفتم سفارت گفتم که آقا پرشم هم بدید میخوام باهاش عکس اینجا چیزا بگیرم خیلی برام جالب بود یکی گفته بود که حتما عکس خودم باشه یعنی خودم هم توی این عکس باشم نه لزوما نه اگه یه جایی احساس کردی یه پرچم میبینی که خیلی مشی اونو برا من بفرست من میخوام مجموعه از عکسای شما در خصوص پرچم رو داشته باشم بعد بیا بکنیم, بکنیم. کمپین پرچم هم عکسش روی هشتگش روی اینستاگرام محدود شد نمیدونم در جای هستید یا نه حالا مفصل در روی این قضیه ما هم دیگه صحبت یکی دیگه از دوستان گفته که خانم فاطمه گفته که سلام آقای تلگر خدا قوت ببین خلاصه افش یکی از نقطه ضعفای ما اینه که توی حوزه رسانه نشستیم شبهاتی به وجود بیاد خبرهای دروغی به وجود بیاد بعد ما بشین بهش پاسخ بدیم و روشنگری بکنیم تازه در صورتی تو حالت تهاجمی نه و طول تدافع بله این موضوعی که شما خیلی مهمه ولی یه چیز مهمتری وجود داره که من تازه فهمیدم و اونم اینه که اگر فهمیدی باید بری تو حالت تهاجمی تازه اون وقت بری یاد بگیری که چه تهاجمی باید انجام بدی من اخیرا دیدم یک گروه مذهبی یک فعالیت رو شروع کردن رفقای ما در این شبکه ماهرین اینا هم همین رو میگن میگن باید بریم تو حالت تهاجمی ما میگه باری کلا تو حالت تهاجمی چیکار میخوای بکنی ما رو داری فوش میدی که مرد اسوسی دیوار انفرتی زمین خودمون تو برو یه کار دیگه ای بکنی یا نه از اعتبارات مذهبی طوری داره استفاده میکنی که بقیه حالشون داره از این مذهب هم میخوره میگن تو همش میگی ما خوبیم ما خوبیم همه بدن پس پس چرا خامنه ای چیزی که میگه خامنه ای میگه آقا هممون خوبیم بیاد وحدت بکنیم تو یه چیز دیگه میگی متوجه منظوم شدین ببین اگر فهمیدی باید تهاجم بکنی باید بفهمی اون تهاجم مقدسی که باید انجام بدی چیه اشتباهی به اسم تهاجم نری یه کاری بکنی بعدن هزینه ساز بشه بعد بزنیم تو سر رو میگیم که این چه ای بود که رخ داد من نکته دیگه ندارم اگر احساس کردین نکته هست حتما برای من ارسال بکنید مخلصیم وقتتون بخیر مخلص.